در قرآن شریف که صراحتاً اومده لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خطاب به صحابه، شما صداتون رو بالاتر نبرین، بالا نبرین نزد پیامبر. صداتون نباید از صدای پیامبر. وقتی انسان فکر میکنه الله تعالی چقدر پیامبر خودش رو دوست داشته، چقدر محبوب بودن نزد الله تعالی، حتی اینم گوارا نبوده که کسی تو صداش از صدای پیامبر بالاتر بره، خدا نخواسته سبب رنجش بشه. این که خطاب به صحابه بود، علما میفرماین همین حکم است در کنار روزه مبارک که متاسفانه خیلی از مردم رعایت نمی کنند. یک زمان علما میفرمودن که مسجد مملو و از جمعیت بود ولی اصلا صدایی در نمی اومد. یکی مشغول نماز بود، یکی مشغول تلاوت بود، یکی مشغول درود بود، یکی مشغول زیارت بود، مسجد پر بود، لبریز از افراد، از انسانها زیارت کننده، ولی صدایی شنیده نمیشد. میدونستن آداب را و رعایت میکردن آداب را، ولی امروز متاسفانه میگن اونطور رعایت نمیشه. حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمه الله از علمای بارز و تراز اول هندوستان، ایشون اشعار اردوی جالبی دارن. ای زائر بیت نبوی یاد رهیه، به قاعده یا جنبش لب به ادبیه، آهسته قدم نیچی نگاه پست و آواز، خابیده یهان روح رسول عربیه. اینجا که شما اومدی یک جای معمولی نیست، یک جای عادی نیست. همیشه به ذهن داشته باش که اینجا اگر شما خواسته باشی همینطوری بی قاعده و قانون لبات رم تکون بدی، لب بزنی، بازم بی احترامی شمرده میشه. لذا قدم ها تو آهسته بردار، نگاه تو پایین بنداز، صدا تو بیار پایین. چرا؟ خابیده یهان روح رسوله، چون که اینجا روح رسول عربی خابیده، اینجا روح رسول عربی داره استراحت میکنه، حق نداره.